درخشمت که آقای هادی تهرانی عزیز هستید، از مهمترین و مطرح‌ترین معماران ایران و آلمان. در دفتر آقای تهرانی هستیم در هامبورگ. ایشونم یه پروژه دیگه است، داکلند، و اینم تراسشه. خیلی زیبا و جذابه. داخل دفترشون هستم، طبقه بالا، و می‌بینیم که چه طراحی جذابی داره. خیلی خوشگله. اینجا اتاق خود آقای تهرانی هست. دیزاین خیلی خاصی داره. حالا راجع به دیزاین اینجا هم حتما باشون صحبت میکنم. یه دیر از اینجا بهتون بدم و این هم رو یکی پروژه هم کارهای مهمونی، هم طراحی داخلی انجام بودیم، هم پروژه دیزاین انجام بودیم. کارا رو میدیدم، مثلا حتی جزئیات مبلمان، آشپزخونه مبلمان، دوچرخه اولش خیلی یکم یا گیجن، یا مثلا فکر کنن که خب الان مثلا با یه زبان دیگه و یه فرهنگ دیگه سخت خودمون رو پیدا کنیم. به نظر شما این میتونه برای یه فرصت باشه؟ زندگی خوبه، آسونه، منتظر خوبه، آسونه، ایده در بودن آسونه، خدا بهتون داره آسون میده. اما خودت بری همه رو مشکل کنی، مشکل بری مشکل بشه. شاید این اصلا همون چیزی که خیلی ها دنبال اینه که راجب شما بدونه که کسی که موفق در واقع تونسته فقط راه باشه بدونه و شما اون کاری که دوست داره از اونجا بدونه. و این هم دوستش هم اینجور بگیریم که اگر کسی میشنوه این بدونه که این موضوع موضوع چنجا اما باز یاد بگیری خودت بشنسی، اما خودت رو شناختی، میدونی چی بلدی، چی بلدی کجا باز کمک بگیری، کجا نباز کمک خودت رو نشناسی، خب گم میشی، تو باز معمار خودت باشی. تو معماری خیلی پرسنل، هر معمار یه استایل داره که از خودش. من هم خودم رو ساختم، این چیزا که دوست دارم من دوست دارم تو دفترم قشنگ میشه، اینجا اینکه من بسن هر دفتری که داشتم همه اینجای قشنگ من همیشه دیدای خوب بخورم، انرژی خوب بخورم، مدیرهای خوب بخورم. من که هر چی میبینید به چشم بخوره یه انرژی ببینم. من فقط انرژی خوب رو جمع میکنم. انرژی خوب خیلی با باید انرژی خوب کاره خیلی آسون آسونه. من صبح میرم سر کار همیشه راه های قشنگ رو میرم، اون راه هایی که انرژی به من بد میده نمیرم. خیلی جالب. شاید هم کوتاه‌تر باشه راه، اما من از اون موقع که چشم باز بودم زنده همه چی رو میبینم، همه چی هم تاثیر دارم. درست. یعنی یک کاری میکنم که فقط به چشمان چیزای خوب بخوره، زیبایی ها هوا و سبز و طبیعت و شهر و از
همه چیش رو میشهد. خونه خود دست لباس پوشیدنه، از سلیقه، از ماشین، از دفتر، از همه توی یه لاین هم. هر وقت کسای دیگه این هم ببینن تو انالیز کنم ببینن این واقعاً واقعاً خودشه. بیشتر قبول دارم. اگه حالا من یکی بودم خونم توی حالی کلاسیک بود از جمعی بودم بیرون به کس دیگه موده هم بفرشم میگفتن این داره دوما شناتانی میده خودش اینطوری میشینه به ما اینو میده یعنی چی؟ باز همه چی به هم بکنه. شما به کلن چای ایرانی، غذای ایرانی، فرش ایرانی، اینا خیلی علاقه دارم فرش ایرانی انقدر علاقه دارم که ندارم یعنی از اون بر افتاد یه هنر خیلی خوبیه، یه کوالیتیه که اگه همه چی تو ایران به این کوالیتی بساختن ایران یه چیز در میاد. سوال دیگه که دارم اینه که اگه دوباره به دنیا بیای همین مسیر رو ادامه بدی؟ من همینطور میرم. همین میشه فقط این تنها چیز که بلدم شده یه باید هستم تو این میتونم موفق باشم تو کاره دیگه نه. و این که مثل این سوالای تیپیکالی که خیلی برنامه رو سنگ احساس خوشبخت میکنم یعنی راضی این از مسیری که اومدی؟ خدا خیلی خوبی و همه جا کمک میکنم. سختیش اینه که اون راه رو پیدا کنی این مال تو هست. ماش خوش کنی. اینو باز خودتی که بشناسی این بقیه. خیلی ممنونم. Thank you.